سلام بچه ها، سوشا رزا هستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از بازی ویچر 3 توی کانال. توی این ویدیو قصد دارم بهتون دک مانسترها رو توی گونت معرفی بکنم و بعدش هم بهتون میگم که با چه چیدمانی شانس برنده شدنتون بیشتر میشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب همونطور که میدونین 4 تا دک برای بازی کردن وجود داره که با استفاده از R1 و L1 و یا RB و LB در ایکس باکس میتونین دکتون رو به دک مورد علاقتون تغییر بدین. اما توی این ویدیو قراره به سراغ دک مانسترها بریم و بعدش هم درباره یه چیدمان قوی که شانس برنده شدنتون رو در مچ‌ها بیشتر میکنه صحبت میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ممنون میشم که اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد کانال منو سابسکرایب و ویدیومو لایک کنید. حالا بزن بریم سراغ دک مانسترها. اولین چیزی که دربارش صحبت میکنیم لیدر کارت ها هستن. شما به سراغ هر دکی که برین میتونین 4 تا لیدر کارت داشته باشین که هر کدوم یک کار متفاوتی رو انجام میدن. خب بذارین از اولین لیدر کارتمون شروع کنیم. استفاده کردن از این لیدر کارت باعث میشه که شما بتونین یک کارت آب و هوا رو به انتخاب خودتون از کارت های دکتون بازی کنین. این لیدر کارت وقتی به درد میخوره که دشمنتون داره سعی میکنه شما رو با استفاده از کارت‌های آب و هوا ضعیف‌تر کنه تا بتونه مچو ببره. در این صورت شما میتونین از لیدر کارتتون استفاده کنین و هوا رو کلاً آفتابی کنین. من خودم از این لیدر کارت استفاده نمیکنم. درسته که کارت خوبیه، اما به نظرم یه لیدر کارت باید یه کار بزرگتری رو انجام بده. خب بریم سراغ دومین لیدر کارت که به نظرم یکی از بهترین لیدر کارت‌ها هستش، چون میتونین با استفاده کردن ازش جمع کل امتیاز ردیف اولتون رو دو برابر کنید که به نظرم واقعا میتونه واسهتون مفید واقع بشه. اما بریم سراغ لیدر کارت سوم. این کارت یک کار جالبی رو انجام میده. با استفاده کردن از این کارت میتونین دو تا از کارت هایی که دارین بازی میکنین رو کلا از بازی حذف کنین و به جاش یک کارت رو به انتخاب خودتون از دکتون بردارین و در جا بازیش کنین. این لیدر کارت وقتی به درد میخوره که به عنوان مثال شما دو تا کارت ضعیف رو توی دستتون دارین که در برنده شدنتون به شما کمک خاصی نمیکنه. در این صورته که میتونین با حذف کردنشون به انتخاب خودتون از دکتون یک کارت قدرتمند انتخاب کنین و به بازی بیارینش تا بتونه شما رو پیروز میدون بکنه. این کارت میتونه به نوبه خودش کارت خوبی باشه، اما با توجه به دکی که قراره بچینیم به نظرم به این لیدر کارت احتیاجی پیدا نمیکنه. خب بریم سراغ لیدر کارت بعدی. همونطور که میدونین قبل از اینکه گوئنت رو شروع کنین این شانس رو دارین تا بتونین دو تا از کارت های دکتون رو تعویض کنین. در واقع کاری که این لیدر کارت انجام میده اینه که میاد اون کارتی رو که شما قبل از شروع بازی تعویض کردین رو دوباره به دستتون برمیگردونه. از اونجایی که معمولا کارت های ضعیف در اول بازی تعویض میشن، پس به نظرم این کارت گزینه خوبی برای انتخاب شدن به عنوان لیدر کارتتون نیست، ولی اگه فکر میکنین لازمتون میشه میتونین یه چند باری امتحانش کنین. به هر حال این بود از لیدر کارت های مانستر ها. حالا میرسیم سراغ چیدمان دک. اول از همه پیشنهاد میکنم یه کارت نکر رو با این علامت توی دکتون قرار بدین، چون وقتی که توی گوئنت ازش استفاده میکنین دوتا کارت دیگر رو که هم امتیاز با این کارت هستن و این علامت رو کنارشون دارن به بازی اضافه میکنه. البته در صورتی که اون دوتا کارت رو هم توی دکتون داشته باشید. یعنی یه جورایی این کارت میاد امتیاز خودش رو از 2 به 6 افزایش میده. اما چون کارت های قدرتمندتری هم از همین نوع توی بازی وجود دارن میتونین این کارت رو توی دکتون نذارین، چون امتیاز چندان بالایی نداره. اما به عنوان کارت بعدی 3 تا کارت لول 4 با این علامت رو پیشنهاد میکنم، چون استفاده کردن از یکیشون توی مچ اون دوتای دیگر رو هم به بازی میاره و امتیازتون رو بالا میبره. یعنی میشه گفت با بازی کردن یکی از این کارتای لول 4 میتونین 12 امتیاز رو واسه خودتون ثبت کنین. جالب اینم بدونین که کارتایی که اسمشون مثل همه و یا کلمه اولشون شبیه هم هستش همین کارتایی هستن که با بازی کردن یکیشون بقیهشون هم به بازی میان. خب به عنوان کارت بعدی هم دوتا کارت با امتیاز 4 و این علامت رو پیشنهاد میکنم که اسم هر دوشون هم مثل همه. به عنوان کارت بعدی هم کرون ها رو پیشنهاد میکنم، چون این کارت ها هم جزء کارت هایی هستن که با بازی کردن یکیشون اون دوتای دیگه هم به بازی میان. همچنین امتیاز هر کدومشون هم 6 هستش. این یعنی با بازی کردن یکیشون میتونین 18 امتیاز رو واسه خودتون ثبت کنین که واقعا امتیاز بالایی محسوب میشه.
به عنوان کارت بعدی هم این کارت رو پیشنهاد میکنم، چون اسمش مثل اون دوتا کارت لول 4ه که قبلا توی دستمون گذاشتیم. این یعنی با بازی کردن یکی از اون کارت های لول 4 علاوه بر بازی کردن اون یکی کارت لول 4، این کارت که امتیاز 6 هست هم به بازی اضافه میشه، اما به جای ردیف اول در ردیف آخر قرار میگیره. خب به عنوان کارت بعدی تمام کارت های قهرمانی که دارین رو پیشنهاد میکنم. سیری با امتیاز 15 که بعضی مواقع میتونه یه تنه کار رو جمع کنه، ینفر با امتیاز 7 که اگه توی راند آخر بازیش کنین میتونین به انتخاب خودتون یه کارت دیگر رو هم از دکتون به بازی اضافه کنین، این کارت قهرمان با امتیاز 10 که در ردیف اول قرار میگیره، و این کارت که میتونه هم در ردیف اول و هم در ردیف وسط قرار بگیره و یه امتیاز به تک تک کارت هایی که توی اون ردیف قرار دارن اضافه کن. واسه کارت بعدیتون هم دندلاین رو پیشنهاد میکنم. دندلاین با امتیاز 2 در ردیف اول قرار میگیره و جمع کل امتیاز کارت های این ردیف رو دو برابر میکنه. علاوه بر این دندلاین دوست صمیمی گرالت هم هستش، پس حتما باید توی دکمون قرار داشته باشه. خب بریم سراغ کارت بعدی که این کارت هستش. با استفاده کردن از این کارت میتونین امتیاز کل هر ردیفی رو که دلتون میخواد دو برابر کنین، که به نظرم از مفیدترین کارت های بازی هستش. واسه کارت بعدی هم کارت اژدهای افسانه ای رو پیشنهاد میکنم. همونطور که توی ویدیو قبلی که مربوط به دک الفا بود گفتم، این کارت علاوه بر اینکه 7 امتیاز بهتون اضافه میکنه، قدرتمندترین کارت دشمنتون رو که در ردیف اول قرار داره رو هم نابود میکنه. البته این در صورتیه که جمع کل کارت های ردیف اول دشمنتون به 10 و یا بیشتر رسیده باشه. خب بریم سراغ کارت بعدی که سم هستش. با بازی کردن این کارت میتونین قدرتمندترین کارت اون مچ رو نابود کنین، یعنی حتی ممکنه کارت خودتون باشه. استفاده کردن از کارت سم وقتی کاربرد داره که قدرتمندترین کارت حریفتون از قدرتمندترین کارت شما قوی تر باشه. در این صورت شما میتونین کارت سم و بر علیهش استفاده کنین و کارت قدرتمندش رو به طور کلی از بازی حذف کنین. البته این کارت روی کارت قهرمان تأثیری نداره. اما قبل از اینکه بریم سراغ کارت بعدی، بذارین اینم بگم که بیشتر کارت‌های دک مانستر در ردیف اول قرار می‌گیرن. این یعنی اگه دشمنتون از کارت یخ استفاده کنه میتونه واقعا ضربه بزرگی رو بهتون بزنه. پس پیشنهاد میکنم به عنوان کارت بعدی کارت هوای آفتابی رو بردارین تا بتونی جلوی این اتفاق رو بگیری. به عنوان کارت بعدی هم وزمیر رو پیشنهاد میکنم، چون امتیاز 6 هستش و جزو کارت های یونیت بازی محسوب میشه. همونطور که میدونین برای اینکه بتونین گونت بازی کنین باید یه تعداد کارت یونیت هم توی دکتون قرار داشته باشن. به عنوان کارت بعدی هم تمام کارت های المنتال رو پیشنهاد میکنم، چون امتیازشون بالاست و به جای ردیف اول در ردیف آخر قرار میگیرن. همچنین میتونین از کارت‌های معمولی لول 6 هم توی دکتون استفاده کنین تا چیدمان محکمتری داشته باشین. خب به عنوان کارت بعدی دیکوی یا همون مترسک رو همراه خودتون ببرین. با استفاده از این کارت میتونین یکی از کارتاتون رو که در مچ بازی کردین و حالا از بازی کردنش پشیمون شدین رو جایگزین کنین، یعنی اون کارت رو دوباره به دستتون برگردونین و به جاش یه مترسک قرار بدین. این استراتژی وقتی به درد میخوره که شما یکی از کارت‌های قدرتمندتون رو بازی کردین ولی با این حال امتیاز دشمنتون همچنان از شما بالاتره و قرار دست و برنده شه. در این حالته که شما میاین اون کارت قدرتمندی رو که میتونه توی دست‌های بعدی باعث برنده شدنتون بشه با این مترسک جایگزین میکنین. پس پیشنهاد میکنم حتما این کارت توی دکتون داشته باشین. اما به عنوان کارت بعدی این کارت رو پیشنهاد میکنم، چون از اونجایی که بیشتر کارت‌های دک مانستر در ردیف اول قرار میگیرن دیگه کاهش پیدا کردن امتیاز کارت‌های ردیف وسط به 1 نگرانی خاصی ایجاد نمیکنه. خب تا اینجا ما 29 تا کارت رو توی دکمون قرار دادیم. این یعنی با قرار دادن یک کارت دیگه به حد نصاب برای گونت بازی کردن میرسیم، یعنی 30 تا کارت. به عنوان کارت آخر هم پیشنهاد میکنم قدرتمندترین کارت هاتون رو بردارید، چون اگه تعداد کارت ها از 30 تا هم بیشتر بشه مشکلی واسه تون پیش نمیاد. به عنوان مثال من ترجیح دادم که یک کارت گریفن رو توی دکم داشته باشم. خب به این ترتیب ما تونستیم یه چیدمان قدرتمند برای دک مانسترها بسازیم.
خب میرسیم به آخر ویدیو بچه ها، امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین، واسهتون مفید واقع شده باشه. اگه خوشتون اومده ممنون میشم کانال منو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک کنین و حتما نظراتتون رو واسم بنویسین. خیلی عشقین، منتظر ویدیو بعدی هم باشین و تا ویدیو بعدی فرمت.